به نام خداوند بخشنده بخشنده. سلام عرض میکنم خانم آقایان، نمیدونم کجا هستید، هر کجای دنیا لطف میکنید برنامه ما رو دید در شب رو تماشا میکنید، از لطفتون ممنونم. این برنامه که خدمتتون تقدیم میکنیم یک برنامه ویژه است، شاید الزاماً ربط به برنامه قبلیمون یا برنامه بعدیمون نداشته باشه، بنابراین دنبال نتایج برنامه قبلی در این برنامه نگردید، چون در یک زمان خاص ضبط شده با یک مهمان خاص که البته شما تا چند ثانیه دیگر با ایشون آشنا خواهید شد. پس من وقت رو هدر نمیدم، از شما خواهش میکنم این برنامه خاص دید در شب رو تماشا بفرمایید. خانم ها و آقایان، این شما و این هم نمیدونم بگم شهرام جزایری یا بگم پدیده شهرام جزایری. فعلا از همون شهرام جزایریش آغاز میکنیم. سلام، وقت بخیر. علیکم سلام، احوال شما خوبه؟ شکر خدا، در خدمت شما. بگم پدیده شهرام جزایری و شما مختارید که هرچی دوست دارید بگید. اگه برگردم به اون سالایی که تیتر روزنامه ها بود مفسد اقتصادی در افکار عمومی، میگفتن که دزد، و اون موقع هم بحثای ارتشا و اختلال و اینها خیلی داغ بود، مثل همین یک دو سه سال اخیر، و شما نوک پیکان افکار عمومی در این که واو چیکار کرد. 13 سال هم زندان بودید. حالا به هر حال ما که تحمل میکنیم هرچی که 13 سال زندان یا حرفای منو فرموده های دوستان و شما رو. من شروع کنم؟ بله خواهش میکنم. میخواین اول سلام علیک کنین هر چی کار کنین؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، امیدواریم که برنامه باشه مؤثر در مقام و مفید. که شما فرمودید اختلال، من عنوانی تحت اختلال نشدیدم، یا اختلاس است و یا اخلال. اخلال، ولی باب افتعال با افعال چه فرقی داره؟ به حال عنوان مجرمانه که در قانون هست خب اخلاله. اخلال در نظام اقتصادی است، که البته من فکر میکنم ذهن مبارک شما از اختلاس هم ترکیب شد. اما کلکسیونی بود آخه اون دادخواست شما. اما در واقع من از شما خواهش میکنم که خیلی به عقب بر نگردید. امروز بنده بعد از سپری کردن دوران در واقع سخت در خدمت شما هستم، دعوت شدم اینجا که حرفای جدید بزنیم. اما به طور خلاصه عرض میکنم، مستخرج از بالاترین حکم در واقع مرجع قضایی کشور ما یعنی دیوان عالی کشور، بنده هیچ یک از اموال دولتی و غیره رو تضییع نکردم. عیناً انشای حکم دیوان عالی کشور، اموال دولتی و غیر دولتی رو تضییع نکردم. تمام اموال اصلی و سود تسهیلات بانکی ما به سیستم بانکی بازگشت شده. هیچ بدهی به سیستم بانکی ندارید؟ یعنی انشای قانون در واقع حکم دیوان عالی کشور، احراز خوش حسابی بنده از سوی بالاترین مرجع قضایی مستنداً تو این حکم، فکر می‌کنم تو سایت و رسانه هم هست. لذا تحمل کردم و می‌کنم و خواهم کرد اطلاق کلمه مفسد، دزد و یا اختلال. اختلال، اختلال هم از برنامه ما یادگار داشته باشه. در خدمت شماییم. الان یه پارادوکس در وجود شماست، لبخندی به لب ولی صدایی که از عصبی بودن داره میلرزه. به هر حال من تا الان همچین برنامه نیومده بودم. به خاطر اونه پس احتمالا. آها خب اگه حرم دوربین باشه 5-6 دقیقه بعد حل میشه این ماجرا. در خدمت شما. یه جای خوندم که گفتیم برگردم 13 سال قبل میگم منو اعدام کنید، نمیرم زندان. خب نه، به هر حال بحث اینکه من رو چه کار بکنید که هیچ وقت کسی نمیاد بگه من رو چه کار کنید. اما اینکه بحث زندان مطرح بود و من بعد از 13 سال به استثنای 40 روز
حبس و گرفتاری های زندان رو داشتم تفسیر میکردم، عرض کردم که بیش از یک سال زندان واقعا در اسلام هم مجازات سریع بحث هست، اعدام، تبعید، قطعیت و زندان به قول به فرموده حضرت یوسف هازا قبور الاحیاس، زنده به گور میشه. بنابراین من اگر روزی بناس 13 سال زندان کشیده بشه یک فرد، براش دعا میکنم اعدامش کنن ایشالله، که اصلا برای هیچ انسانی ذهن مبارکش سمت خلاف نره که حالا زندان بخواد یا خدا نکرده اعدام، که هر کدومشون آسیبی به جامعه است. آقای شهرام جزائری، حالا که اینجوری از زندان دارین تعریف میکنین، میدونین تو ذهن مردم این بود که شما تو زندان توی ویلای هستین، اصلا احیانا زندان نیستین. اون موقع ها یادم میگفتن نه بابا شهرام جزائری که الان به هاوایی داره برای خودش قدم میزنه، به ما میگن زندانه. شنیده بودین اینا؟ آره، من اتفاق گله کردم در سطح رسانه ها اخیرا از علاوه بر مردم عزیز که خب شاید خیلی اطلاع ندارن، یه مقام قضایی بلند پایه این مطلب رو به وکیل من فرموده بودن که شهرام اصلا 5-6 سال اول زندان نبود. حالا اینکه من عرض کردم من توی یک در واقع مجموعه مدتی در سلول انفرادی و مدتی هم به صورت انفرادی بازداشت بودم و اجازه نمیدادن کسی من رو ببینه، به لحاظ اینکه دوره تحقیقات پرونده بود و مردم هم این شایبه بود، در حالی که شرط بسیار سختی رو دنبال میکرد. شاید چون کسی شما رو در زندان نمیدید و شما همون موقع سرشناس شده بودین، این شایبه از اینجا به وجود میاد. اساساً اینطوری الان پرونده های خاص و ویژه رو یکی دو سال سه سال اصلا کسی نمیتونه ببیندشون. شما تمام 13 سال زندان بودین؟ 6 سال اول دوران حبس رو من حدود 90 روز مرخصی داشتم، 91 روز مرخصی داشتم، 110 روز وقتی که تأمینم کافی شد و طبق قانون باید من رو آزاد میکردن از زندان، 110 روز صبح میرفتم کارشناسی میکردم، شب برمیگشتم زندان، تا در واقع از تاریخ کارشناسی رد مال و اینها رو میفرمایید، شما باید رد مال میکردید. همین رد ماله بزرگ من سوالتون جواب بدم باش بگید. از سال 27 12 85 تا 11 7 93 که من آزاد شدم، یک روز تحت هیچ عنوان مرخصی و غیر ذالک از زندان نیومدم. یا مرخصی هم نیومدید؟ به هیچ وجه. نخواستید بیاید یا مرخصی؟ به من ندادن مرخصی. ندادن شما؟ خب وارد اصلا مباحث حقوقیش نمیشیم، ما بلد نیستیم. اما میخوام ازتون بپرسم که شما که میدونستید که حکم سنگینی دریافت کردید، شما که الان دارید با یک در واقع هیجانی از اون حکم تعریف میکنید، فرار کردنتون چی بود؟ توی رسانه ها گشتم ببینم یه جایی به فرار کردن جواب درستی دادین، دیدم که نه. یعنی یه جوری داری با من حرف میزنی که انگار من بیگناه بودم و کاری نکردم، چرا فرار کرد؟ حالا به هر حال بحث گناهکار یا بیگناه کردن هر فردی که پرونده قضایی درست میشه مستخرج از احکامه. من پرونده اتهامی اخلال نظام اقتصاد کشور که یه پرونده بسیار اتهام سنگینی هست در نظام و سوء نیت مجرمانه عنصر معنوی جرمش قصد مقابله با نظامه که براحت از سوی دیوان عالی کشور من براحت گرفتم، ولی خب اون جار و جنجال و این کاری که شما رسانه‌ای کردین بالاخره باعث شد که ما این فضا به وجود 13 سال در خدمت اسلام و مسلمین حبس بکشیم. بالاخره حکم بوده و طبیعیه که در یک سیستم قانونی وقتی محکوم میشید باید هم حکم رو بگذرونید. اما عرض من این بود، فرارتون چی بود؟ حالا به هر حال الزامی نداره، چیزی که ضرورتی نداره آدم برامش صحبت نمیکنه. دوست ندارید صحبت بکنید راجع به فرار؟ گفتم اینو هم. آره تو رسانه های دیگه هم گفتید. پس این سکوت معنایه یا اینکه اصلا یاداوری اون خاطره براتون دردناکه؟ دقیقا نه، ضرورت نمیره. آدم وقتی یه موضوع رو بهش میپردازه باید مقصود نظرش ضرورت باشه. ضرورت نمیره. خب ضرورت شما تشخیص نمیده، ما باید تشخیص بدیم. من هم تشخیص میدم جواب ندم. این حق شماست، میتونید تشخیص بدید جواب ندین، ایرادی نداره. شهرام جزائری در سن 27-28 سالگی چطور کارت مخصوص تردد در صحن علنی مجلس رو داشت؟ چطورشو که بعد صادر کننده کارت بعد سوال کرد.
من در اون مقطع بالاخره به لحاظ ویژگی های خاصی که در واقع داشتم، چه ویژگی های خاصی؟ از من دعوت شد، همونه که الان دارم، از من دعوت شد که بیام کمک کنم به مجلس؟ به هر حال به فرایند کارشناسی مجلس در سمت مشاور فنی کمیسیون اقتصادی مجلس. و اتفاقا بعد از که کارت ورود به در پارلمان رو داشتم، فکر می‌کنم 10-15 جلسه بیشتر من نرفتم که اینقدر جیغ و جنجال براش رفت. 10 جلسه‌ش هم تو خود کمیسیون بودین. بله. 270-80 نفر مجلس نماینده داره. همه اونها ویژگی‌هایی که شما داشتید رو نداشتن، شما برین مشورت بدین به مجلس. 24-5 سالتون بود اون موقع. یه بار دیگه سوالتون رو بفهمید. شما 24-5 سالتونه میرید به مجلس که 270-80 تا کارشناس توشه مشورت میدید، رو چه حسابی؟ سالتون اشتباه است. اونها هم چنین کارتی رو داشتن، من هم داشتم. نه، شما میگید من میرفتم کمیسیون مشورت میدادم. من میگم شما چی بلد بودید اون 270؟ همه نمایندگان مجلس میتونستن بیان تو کمیسیون مشورت بدن. من چون نماینده مجلس نبودم، به خاطر ورود به اون کمیسیون کارت گرفتم. نه اصلا بحث کارتو فراموش کن، دارم میگم که شما میرفتید مشورت بدید به کمیسیون اقتصادی مجلس. چه مشورتی یک جوان 24-5 ساله میتونه به مجلس بده؟ بالاخره من صاحب فکر و اندیشه بودم تو حوزه اقتصاد، تو حوزه صادرات کمک میکردم، من ازم میتونم بکنم. اون موقع هم حتما ویژگی های خاصش رو اون در واقع صادر کنندگان اون کار تشخیص داده. یعنی شما رو دعوت کرده بودن یا شما با در واقع روابط رفته بودین تو مجلس؟ نمیخوام سریع تر بودم. محکم دعوت کرده. دعوت کرده بودم. که شما بیا به عنوان جوانی که دندون پزشکی داری میخونی به ما مشاور اقتصادی بده. سوالها عجیب نیست؟ بخاره خیلی نرمال هم نیست. نرمال نیست دیگه. اما در دنیا آدمایی که کمک میکنن به مجموعه ها معمولا آدمایی هستن که پله های ترقی رو خود سریع تر طی کردن، تجربه دارن. من اون موقع که این اتفاق افتاد بیش از 80 کشور دنیا سفر کرده بودم و تجربه خوبی رو کسب کرده بودم. بیش از 50 تا شرکت رو کنترل کرده بودم. بیش از 5000 تا از جوانای خوب رو اشتغال زایی برشون ایجاد کرده بودم. 50000 تا؟ 5000 نفر. 5000 نفر. و پروژه های خوبی رو به سرمنزل رسونده بودم. تقریبا توی کارم اطلاعات کافی داشتم، تجربه خوبی داشتم، موفق بود تجربه هام. به کویت چی صادر می‌کردین؟ آره، سیر صادر می‌کردم. سیر بله. از استان کرمان و خرما هم به خرما از استان کرمان و سیر از همدان. همدان صادر می‌کردین به کویت و بله. بعدش هم فرش و سود کلان در فرش بعد دیگه خیلی گسترده شد. دقیقاً. ماجرا دقیقاً زمانی که شما سودهای کلان در اقتصاد به دست آوردین چند سالتون بود؟ من عرض کردم یک بار دوره اقتصادی رو تا قبل از دستگیری زندان توی 15 سال طی کردم. 5 سال اقتصاد خرد، 5 سال اقتصاد نیمه کلان و 5 سال اقتصاد کلان. 5 سالم اقتصاد کلان ده. که میشه 25 تا 30 سالگی شما اقتصاد کلان انجام بدید. دقیقاً. آقای جزائری، همه کسایی که آدمای موفق اقتصادیان وقتی برمیگردیم به کودکیشون میبینیم که کارهای عجیب غریب کردن. من میدونم شما بستنی میفروختین و بیزنس خیلی خورده. حالا بستنی فروشی کار عجیب غریبی نیست، اما من به دوران بستنی فروشی و قبل از اون باقلوا فروشیم همیشه افتخار کردم. من یادم میاد رویال بانک کانادا که یک پروژه خیلی بزرگی رو من داشتم طرح میکردم و فایننسش رو میگرفتم، از دوران باقلوا فروشی و بستنی فروشی خودم به افتخار یاد میکردم. منتها مثل اینکه تو کشور ما خود این در واقع حوزه هایی که مدیرهای بزرگ اقتصادی بتونن دوره اقتصاد خرد رو خودشون رأسا طی کرده باشن غریبه. یعنی نه عجیب اون نیست آقای جزائری، عجیب اینه که کسی از بستنی فروشی بیاد پروژه بین المللی و پولای میلیاردی اتفاقا این تو افرادی که در دنیا موفق هستن نرماله. همین منم عرضم آدمایی که شما همه آدمایی که میبینید، من شنیدم است که اوناسیس کبریت فروش میکرده. خیلی های دیگه شما پیشینه آقای بیل گیتس هم برگردید میبینید از یک زیرپله‌ای آغاز کرده. در کشور خودمون آقای عظیم‌زاده شنیدم که
ان‌شاء الله خدا حفظشون بکنه، یه زمانی خیلی بیزنس خرد داشتن، صاحبان کارخانجات شکلات و شیرینی در کشورمون شنیدم که حالا از این موضوع شما سوالا خودتون خودتون جواب بدید دیگه بالاخره. نه اتفاقا جوابش پیش شما است. اگه می‌خواید برای مردمی همچین چیزی بگید که بالاخره خودتون سوال که خودتون جواب دادین دیگه. سوالی بکن که من جواب بدم. صب کن. شما بستنی فروشی کردیم و بعد شدیم به یکی تبدیل شدیم به یکی از بیزنسمنای بین المللی. بله کجاش عجیبه این چیزی؟ خیلی عجیبه. نه دیگه مستندم به حرف خودتون که الان اقرار کردید. خب عجیب نیست. این پل رو این مسیر رو اگر ما بدونیم چه شکلی بوده، چون ما توش 13 سالم محکومیت میبینیم دیگه، تو ذهنمون میاد که خب این مسیر پس انحرافی بوده، این آدم آدم موفقی نیست، این آدم از ضعف سیستم استفاده کرده. حالا من که عادت کردم صبوری میکنم. آقا چه صبوری جواب بدید؟ آیه مبارکیش میگه نیکوکاران کسایی هستند که بدی دیگران رو با خوبی پاسخ میدن. سالهاست از این اتهامات هست، شما هم احتمالاً مستخرج از همین اتهامات مطالبی رو میفرمایید، پاسخش هم عمل کرده ماست، کسایی که با من از نزدیک کار کردن و کسایی که الان سر در واقع جلسات ما حضور پیدا میکنن و من مشورت های کافی رو بهشون میدم. اگر شما میخواین تو این حوزه بحث کنید، وارد مسئله فنی اقتصادی بشید که البته استعداد دارید، شما کارتون رسانه‌ای و فرهنگی است، اما به خاطر این مطلب من در 12 سال صبوری میکنم، در آینده خودتون به پاسخ خوبی خواهید رسید. اگر برگردیم به این که من آدم رسانه‌ای ام، نباید در اقتصاد اظهار نظر بکنم، به طریق اولا در مورد شما شما در اصلا پزشکی میخونید در مجلس اظهار نظر اصلا وارد مسئله فنی اقتصادی میشم، من از شما سوال میکنم. نه صبر کنید دیگه، فاصله بگیریم. چرا دیگه میخوام سوال کنیم بفرمایید. فکر کنم الان تو این فاصله چه اتفاقی بفرمایید. شما الان وقتی میخوان یک کالا صادر کنید، پروسه صدور یک کالا چیه؟ بفرمایید شما تا من. من کارم صادرات. خیلی خب پس شما دارید راجع به عملیات میپرسید. شما جسارتا صالح نیستین در مورد عمل کرده اقتصادی یا فنی یک فردی اظهار نظر کنید که اون فرد سالها توی کشور میلیون ها دلار ارز تشویقی گرفته، از بالاترین مرجع قضایی کشورش حکم خوش حسابی گرفته. پس شما باید اون مرجع رو زیر سوال ببرید. عمل کرده اعتباری شرکت های من و عمل کرده اعتباری شخص خودم در حکم دیوان عالی کشور یک سن و اسنادم مدارکم یک برگ رسیدگی شده و پاسخ سوالات شما اونجا هست. یعنی اما که شما ارزآوری کردید برای کشور. بله، بیش از میلیون ها دلار ما ارز تشویقی ناشی از تسویه زودتر از موعد مقرر دیون و تعهداتمون رو گرفتیم. حالا پس شما فکر کنید من نادان، من بی سواد، به من بگید چرا هر کسی که تحت اتهام قرار میگیره، همین الان هم هست دیگه توی دادگاه بیزه، میگه که آقا من ارزآوری کردم برای این مملکت، من فلان کردم بیسار کردم، چرا همتون سری پناه میبریم به ارزآوری؟ ما پناه میبریم به قانون. قانون. من الان در همین جا عرض میکنم شما مرتکب به افترا هستید. شما چرا برای ارائه مطالبتون به قانون پناه نمیبرید؟ در همه جای دنیا قانون حکم میکنه. الحمدلله نیم قرن از قدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گذشته و قانون حکم فرماست. قانون حفظ حقوق شهروندی هم میگه متهم حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. اصل بر براءت است. همین فردی که شما ذکر کردین تا این لحظه هیچ حکمی در هیچ دادگاه صالح علیه من اسمی از کسی نبردم. شما فرمودین بیزه. بیزه. بله. اشارتی به این پرونده مقام قضایی هم میگه بیزه. مقام محترم قضایی در حوزه دادستانی و بازپرسی میتواند گزارشی رو تحت عنوان کیفر خاص بدهد و داده است. این فرد داره بر اساس عمل کرده خودش مدافعاتی رو ارائه میده، به زودی حکم صادر خواهد شد و بعد اون حکم. آقا شما از ایشون دفاع نکنید، شما به من از حق دفاع میکنم. شما رسانه ای عادت کردید. آقا جواب من رو بدید. عادت کردیم قبل از اینکه یه حکمی قطعی بشه، قبل از یک فرد محکوم بشه در رسانه ها محکومش میکنید. من محکومش کردم. شما رسانه ای ها دادگاه ها رو در واقع تحت تاثیر رسانه‌ای قرار میدین که سیر رسیدگی پرونده ها مخدوش بشه، ولی من تو پرونده خودم شهادت میدم که دیوان عالی کشور رأی کاملا مستقلی صادر کرد، هرچند که در تحت فشار شما رسانه ها من این طول مدت زیادی رو در واقع به گرفتار بودم. اما منظورتون جالب اینجاست که شما وقتی یه فردی محکوم میشه، اتفاقا محکوم میشه، به محتویات محکومیتاش دیگه نمیپرسید، دیگه کاریش ندارین. رسانه ها صبر میکنن، رسانه‌ها به جای اینکه صبر کنن و صبوری کنن و دستگاه رسیدگی‌های قضایی دستگاه قضایی اعتماد بکنن، برای خودشون فتوا صادر می‌کنن، در حالی که شما با طبق قانون
است بر براءت متهم تا هیچ حکمی قطعی نشده حق انتشار دادگاه ها نیست و مرتکب مجازات بله. افترا داره. من الان خیلی خوشحالم شما همتون در مورد شهرام جزایری شخص خب. شما نه ها خب. مجموعه رسانه تا قبل از حالا الحمدلله این فرد رو میگید بیزه، ولی در مورد من کامل میگید شهرام جزایری همتون طبق قانون مرتکب مجازات افترا بودین تا قبل از صدور حکم قطعی من. خب شما میتونستین برین شکایت بکنید. خب من از این حقم دفاع کردم، بعدا گفتم که حق من محفوظ مونده. حالا اولا من خوشحالم شما صداتون بازتر شد از اون عصبیت صدای اول برنامه رها شدید. عصبی نبودم، ولی خیلی جو حرم دوربین بود، جو دوربین بود. ولی اینایی که فرمودین هیچ کدوم جواب من نیستش که ارزاوری انگار که یه تو دهنی به کسی که پرسش کرده. آقا من عرض آوردم. اگه واقعا کسی مثل شهرام جزایری و مستخرج از اسناد و مدارکش که اتفاقا تحت نظر مقام قضایی رسیدگی شده و اتفاقا در بالاترین مرجع قضایی حکم خورده و اثبات شده این عرض آوریش برای کشورش ارزیابی کرده باشه، میتونه در وقتی بهش میگن تو مفسدی تو دزدی پاسخ بده بگه برای من ارزاوری میتونه. دقیقاً رقم رو یه بار دیگه میفرمایید آقای جزایری؟ میلیون ها دلار. میلیون ها دلار از یک میلیون میشه تا من فکر میکنم فقط یه بخشی از اسناد ما رو که رسیدگی کردن بیش از 5 میلیون دلار ارز تشویقی به ما داده بودن، بیش از 130 میلیون دلار هم صادرات احراز شده بود و تمام کارشناسای رسمی دادگستری تک تک اوراق اسناد من رو رسیدگی کردن، الحمدلله صحه گذاشتن و دیوان عالی کشور در این بخش به صراحت اعلام کرده که صادرات شرکت‌های شهرام جزایری طبق ضوابط حاکم بر صادرات انجام گرفته. اینطوری که آقای جزایری دارن تعریف میکنن چند لحظه صبر کنید برم کردید. وقت بخیر خانم آقایان، روبروی من آقای شهرام جزایری نشستن و ممنونم که این گفتگو رو با حوصله دارید ادامه میدید. داشتم اینو میگفتم که آقای جزایری طوری تعریف میکنن که از سنین پایین انگار با یه نبوغی یک سرمایه عظیم به دست میارن، بعد میرن توی بیزنس. اگر اینطوریه آقای جزایری، وام کلانی که شما از یکی از بانک ها میگیرید در خارج از کشور میارید داخل کشور سرمایه گذاری میکنید، اینو کجای این معادله میشه جا داد؟ دیگه نبوغه اونجا جایی نداره. اگه به منم وام ابر میلیاردی میدادن میآوردم سرمایه گذاری میکردم، پول در میآوردم از توش. همون موقع خیلی ها دنبال وام ازدواج بودن، نمیدادم بهشون درس. استرس دارید سوال میکنید؟ نه چه استرسی، این نقدیه که مردم همیشه میگن، میگن سیستم بانکی ما برای وام 3-4 میلیونی. شنیدم شما چی فرمودین، شما میگم خود استرس دارید که میخواین جواب. عرض کنم که بله، ببینید شبکه بانکی کشور به یه سری تجار، به یه سری شرکت ها بر اساس قانون نباید بانکی بدون ربا که در آن بانک ها امین مردمند و باید پول مردم رو بر بخش های مختلف اقتصادی هزینه کنند، وام بدهند و درآمد کسب کنند و از محل اون درآمد اتفاقاً تسهیلات ارزان قیمت مثل وام ازدواج یا وام های قرض الحسنه پرداخت کنند. لذا بانک ها به افرادی که منابع متنابعی از تسهیلات رو بتونن بگیرن و در چرخه اقتصاد گردش بکنن و باز به موقع باز پرداخت کنن، به قول معروف حلوا حلوا میکنن خودشون رو. باز هم مستندن به رأی دیوان عالی کشور که پاسخ شما رو داده که من تعجب میکنم، مثل اینکه شما وقت نداشتید این احکام رو در اینترنت مطالعه بفرمایید. به صراحت گفته بانک ها احتمالاً عالماً و عامداً این پول ها رو به آقای جزایری میدادن چون ایشون احتمالاً توان استفاده از این پول ها رو داشته، به هر صورت این ارز رو ریال رو به موقع تسویه میکرده و مقادیر متناوبی از سودهای کلان رو به بانک ها برمیگردونده. بله. که بانک ها میتونستن از محل این تسهیلات باز پرداخت کنن. در مورد همین وامی که شما به اصطلاح شما کلان فرمودین، ما در واقع قبل از موعد مقرر اتفاقا 10% این تسهیلات رو تسویه کردیم و اصلش هم موجوده. دیوان عالی کشور هم به اینا پرداخته، اینا همه تو آرا هست، در اینترنت میتونید بخونید. اتفاقا در اینترنت اینها رو کلمه به کلمه خوندم. چیزی که در اینترنت پیدا نکردم این بود که چطور یک جوان 24-5 ساله رو ما شایسته دریافت وام میلیاردی میدونیم. که چشم بصیرت میخواد شما. چشم بصیرت. خب بانک پس چشم بصیرت داشته. بله. اینو تو اینترنت ننوشتن. بانک ها اعتبار سنجی میکنن آدما رو و شما جسارتان چون تخصصتون نیست اجازه بدید که در حوزه فنی خودتون اظهار نظر کنید. اما
ببین مخاطب آقای اجازه اینطوری به من جواب ندید. مخاطب من اینا رو بلده. نه مخاطب من میگه که من خواهش میکنم اونایی که کار تسهیلات بانکی کردن الان پای دوربین نشسته باشن کاملا اشراف دارن به این موضوع. ممکنه مردم عوام عزیز و بسیار محترم نسبت به این موضوع در واقع استهزار داشته باشن که چرا وام های کلان به امثال شهرام جزایری هاست داده میشه ولی مثلا وام ازدواج داده نمیشه. من عرض کردم منابع مالی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی در صورتی که خوش حساب باشن بتونن این پول رو خوب گردش بکنن و باز پرداخت بکنن و سودهای مناسبی به شبکه بانکی باز پرداخت بکنن در صورتی که احراز بشه برای شبکه بانکی راحت تر هست، اما برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مثل وام باید از سود اونها بیان این وام ها در واقع هزینه بره برای شبکه بانکی. لذا این قانع شدی شما؟ بله حالی شدم. نه شما قانع شدی؟ قانع نشدم. شما چرا قانع نشدید؟ قانع نشدم برای اینکه اگر همین ها درست بود شما از یک بانکی در میدان ونک تهران وام میگرفتید نه در دبی. خیلی خوب این که دیگه خیلی بهتره که بنده با یک برگه صندوق ضمانت صادرات ایران و یک برگه ضمانت نامه میلیون ها دلار ارز از محل منابع ارزی کشور امارات به داخل کشور وارد کردم. این نه تنها مگر از بانک ایرانی در امارات پول نگرفتید؟ تسهیلاتی که من اونجا گرفتم در .com ارز کردم تسهیلات از نوع ریفایننس بود. شما چون عرض میکنم این عبارت ها رو نمیدونی تسهیلات فایننس اون نیست که نه من هم فایننس میدونم هم ریفایننس فرق فایننس و ریفایننس در همینه. نه نه اجازه بدید نمیدونی با کلمات قلوب نه شما نمیدونید تسهیلات ریفایننس فرقش با تسهیلات فایننس همینه. من از بانک ملی دبی تسهیلات ریفایننس گرفتم، یعنی بانک خودش اومده از محل منابع مالی بانک ملی به من پرداخت نکرده، اومده از محل خود این ضمانتنامه منو گرفته از محل فایننس و بعد یه بار دیگه فایننس ریفایننس از محل منابع مالی در واقع حوزه خلیج فارس پول رو به کشور ایران داده. لذا این متفاوت هست. اینی که من عرض میکنم شاید بینندگان فرق تسهیلات فایننس و ریفایننس رو بهتر بدونن، با مغلطه نمیکنم بالاخره این عبارت ها هست. بنابراین من با یک برگه صندوق ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران 60 50 میلیون دلار ارز از کشور امارات به داخل کشور وارد کردم و در چرخه اقتصاد اشتغال و در واقع این فرآیند رو کردم که این در رأی دیوانال کشور هست. من نمیدونم شما چرا مغلطه. نه ببین شما اصلا چرا مغلطه میکنین استاد؟ اصلا مغلطه نیست. نه شما تخصص الان نه تخصص کافی داری میلیون ها نمیدونید فرق فایننس و ریفایننس چیه. نه آقای رشید ببین شما هنوز فرق راه رو بیراه دارین میگید چه گفتگو فایننس رو نمیدونید اصلا ربطی نداره بدونم قرارداد داره قرارداد. من میگم از نظر افکار یه لحظه اجازه بده از نظر افکار عمومی افکار عمومی هم اینا رو استثنا نداره. مقام باید اعتماد کنه به مقام محترم قضایی. مقام محترم خب اینجا که دادگاه نیست که شما به مقام قضایی توضیح بدید. شما الان دارید به مردم نه تخصص مردم عزیز ما دستشون هم میبوسم من نه تخصص کافی برای در واقع این جزئیات دارن. خب پس بگن شهرام جزایری دمش یه آدم خوبی بوده. نه باید بر اساس رأی دیوان عالی کشور اظهار نظر کرد. ببین در اینترنت بزنید احکام دیوان عالی کشور شهرام جزایری اصلا ما نمیتونیم بگیم قوه قضاییه درست کار کرده. نه اصلا شما اعتماد ندارید به دستگاه قضایی. اصلا اینطور نیست. شما به رسیدگی های قضایی دستگاه قضایی اعتماد ندارید. من غلط بکنم؟ نه شما الان دارید میکنید. اما نه نه خب اصلا فکر کن غلط کردم. خواهش میکنم جسارت دارید میکنید بعد مثلا اجازه بفرمایید. من عرضم این نیست. من میگم شما میگی که من یک نابغه اقتصادی میگم. من عرض نکردم دیگران میگن. دیگران میگن. من جواب دیگران دارم. حالا خواهش میکنم تو حوزه مسائل اقتصادی وارد شیم. حالا این موضوع گذشته. خب همین الان بیایم به عنوان مثال دغدغه کشور بحث در واقع تأمین منابع مالی بنگاه هاست. بحث این است که طرح موضوع بکنم من که البته باز فکر میکنم شما در واقع حیطه تخصص دو نیست ولی اشکال نداره شما طرح موضوع تو بکنم. بله شما ماشاءالله به نمایندگی از همه اظهار فضل میفرمایید منم حوصله میکنم. خب ما حدود در واقع 300 هزار میلیارد تومان عرض کردم اخیراً توی 300 هزار میلیارد تومان پول سرمایه سرگردان دست عامه مردم داریم که این متاسفانه در بازار ارز و دلار و طلا و سفته بازی راکت شده به دلیل اینکه در واقع حاکمیت و دولت و از یک سو از سوی دیگر در واقع گردانندگان این پول ها این جور پول ها در کشور نتونستن مردم رو متقاعد کنن. خب چه مکانیزمی میشه گذاشت که این پول در واقع از دو شکل لحاف قلک
به سمت تولید اشتغال یا بنگاه زود بازده بیاد. این عدد کمی و کیفی داره. حالا من پیروزا چون جوگیر شدم گفتم چند تا از این حضرات وزرای عزیز زحمتکش تشریف بیارد، من سوالی دارم به عنوان بخش خصوصی. من احساس میکنم در اطلاعاتم اگر بیش از حد کافی نباشه، به اندازه یک بنگاه خصوصی کافی هست که سوال کنم چه حمایتی شما به عنوان در واقع دستگاه از این بنگاه میکنید و یا آیا اساساً شما خودتون عالم و دانا و دانش بر این دارید که یک بنگاه خصوصی چجوری تشکیل میشه، چجوری افزایش سرمایه میده، چجوری صورتهای مالیش رو تنظیم میکنه، حساب کتابهاش به چه سبک و سیاق است، و اگر دارید اون بنگاه هایی که این دانش رو ندارن شما به عنوان حاکمیت اینو کمک میکنید بهشون؟ الان ترموز شد، ما حرف داریم، من شخصا حرف دارم ولی بله شخصا حرف دارم ولی چون برنامه من اصلا برنامه اقتصادی آره. نیست. خب نیستش، پس دیگه اجازه تفسیری شما فرمان نبوغ داری یا ندارید. خب. من میگم این بیشتر از اینکه نبوغ باشد نوعی غرور و رخوته. خب حالا من سکوت کردم به نسبت به این موضوع. نه سکوت آقای جزیری، 10 12 سال دیگه هم سکوت میکنیم، بعد اون وقت شما میفهمید همش من زد و بند کردم تو زندگی و کار و اینا، یا بالاخره دانشی هم داشتم. میخواهید گوش کنید سوال من؟ نه بالاخره شما همین الان عرض کردم، من 5 تا وزیر محترم اقتصاد کابینه رو دعوت کردم، دست مبارکشون رو میبوسم. آخه شما کی هستید 5 تا وزیر رو دعوت بکنید؟ من میگم بیشتر از نبوغ شما دچار رخوت و غروری. میگم 5 تا وزیر بیام من باشون گفتگو کنم. من تحمل میکنم، من شما رو در واقع و امثال شما رو تحمل میکنم به اینکه سالهاست حرفهای ناخوشایند در مورد من زدید و میزنید. اما میشه خواهش کنم بفهمید کجای حرف من ناخوشاینده؟ شما میگه کی هستی؟ من یه شهروند عادی ام. هر شهروند عادی به 5 تا وزیر میگه بیا من میخوام باهات صحبت کنم. اگر یک سری اگر از بالاترین مرجع قضایی کشورشون حکم خوش حسابی داشته باشن میشه بهشون رقعی گذاشت. بالاخره شما بالاخره باید طرف به یه مدرکی دستش باشه بلندش بگه من تنها مدیری در دنیا هستم، فقط ایران نیست. بررسی کرد. خب یه نفر دیگه نام ببره. یه چند ثانیه صبر. همه مدیرها در سراسر دنیا از مؤسسات اعتباری از بانک‌ها چنین احکامی دارن. هیچ کجای دنیا دیوان عالی کشور رأی نمیده به خوش حساب. باشه ما خوش حساب. من عنوان فردی که از بالاتر مجلس قضایی کشورم حکم خوش حسابی دارم. بله. 5 تا وزیر اقتصادی دولت رو به خوش حسابی در واقع دعوت می‌کنم. ببینن خوش حسابی رو یاد بگیرن. بلد نیستن. به چالش دعوت می‌کنم. چالش نه، می‌خوام ثابت بکنم که شماها چون بنگاه‌های خصوصی رو درک نمی‌کنید، نمی‌توانید بهشون کمک بکنید. وقتی بنگاه‌های اقتصادی بهشون کمک نشه مشکل اقتصاد کشور حل نمیشه. مشکل بیکاری جوان‌ها حل نمیشه. من الان هر جا میرسم میگن آقای جزایر همین پایین در واقع داشتم الان میمونم آقای جزایر برام شغل ایجاد شغل پیدا کن. حالا نمیدونم که من دوره بازنشستگی رو به سر میبرم، اما واسه که زودتر از موعد مقرر. اما این مشکل اشتغال جوان‌های عزیزمون رو کی باید حل کنه؟ وزرای محترم اقتصادی، وزرای محترم دولت. من نمیخوام الا خدا نکرده فضولی بکنیم دخالت. خب دیگه من عرضم همینه، اگر یه مقدار از عصبی بودنتون کم بشه من بپرسم. من اصلا عصبی نیستم. شما خیلی استرس دارین، میترسی سوال بکنید. شما توی برنامه داری میگی که شما اصلا من احساس میکنم یه سری سوالا داری میترسی سوال بکنید. اصلا اینطور نیست. من میگم آقای جزایری 13 سال رفته زندان. چه تکراریه؟ 10 بار تاله گفتی 13 سال رفته زندان. نرفته زندان. شما لطف بکنید اون چیزی که تو دلتونه بگید. اون چیزی که تو دلمه، اون چیزی که تو دلتونه که من یه آدم مفسد و دزدی هستم ولی 13 سال تو زندان بودم، یک نفر نیومدم در زندان بگه دزد از این دزد طلب کنم. نه شبکه بانکی اومد گفت، نه ارگان‌های مالی دولتی زیسلا، اتفاقا باز همه میگم دیوان عالی کشور، اتفاقا دیوان عالی کشور گفته هیچ کس ازشون گله و شکایتی نداره. من اصلا شاکی نداشتم. شما یه بقالی رو 10 روز تعطیل بکنید 100 تا شاکی پیدا میکنه. همین عزیز بزرگواری که شما میفرمایید مقادیر متناوبی از شکایت ها براش هست. شما چیه پیدا میکنید که 13 سال بگوشی یک نفر شکایتی کیفری نداشت، شکایتی نداشته باشه ازش؟ حتی شبکه بانکی، بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران که از من طلبکار بود، طلبکار بودن. یعنی مظلوم واقع شدید شما؟ مظلوم بالاخره پس چی واقع شدم مثلا؟ خب شما یه جای منو متهم میکردید که چرا حکم دستگاه قضایی رو قبول نداری. یعنی حکم دستگاه من قضایی، من بحثم با رسانه هاست. دستگاه قضایی حکم داد، ما هم که سکوت کردیم و عزیز مدافعات حقوقی کردیم. الان میگید که من حتی یه دونه شاکم. من بحثم با رسانه هاست. رسانه ها جو کشور رو ملتهب میکنن. خب. برای کشور موضوع ایجاد میکنن. یه چیز کوچیک و بزرگ میکنن با اهداف خاص. آیا رسانه ها اومدن گفتن که شما بی زحمت بیا 5 تا وزیر رو به مناظره دعوت کن؟ مجبور شدم. بله. مجبور شدیم؟ نه مجبور هستم که در واقع وقتی رسانه میاد من رو میبره کرنر دیوار. این موضوع که خیلی چیز مهم نیستش که.
اونم رسانه آباد شده. من حاضر به مصاحبه نبودم، دو تا از این خبرنگارا دو ماه وقت منو گرفت، آخه من آره بازم رسانه مجبور شد. اگه نه من اصلا پس میگیرم حرفمو. پس میگیری؟ بله پس میگیرم. یعنی پیشنهاد مناظره با 5 تا وزیر رو پس همینجا محکم پس میگیرم. محکم هم پس میگیرید. اگه شما رسانه ها بذارید. یعنی میذارید دیگه. الان دور فردا میگه اصلا دور فردا میگه آقای جزایری برای چی تو این حرفای ترسیدی؟ من از نظر فنی عرض کردم که حالا این مناظره رو بازم رسانه‌های خود شیطنت کردن. من عرض کردم این بزرگواران که ارباب ما هستن، استاد من هستن، پروپوزال رفتاری یک بنگاه خصوصی رو چون خودشون انجام ندادن اطلاع کافی ندارن، نمیدونن. بیان میشن وارد اون بحث نشه. من سوال ازشون می‌کنم و برنامه اصلا نمیخوام هویت اقتصادی داشته باشه، راجع به خودش اهرام جزایری رو صحبت میکنیم. برنامه‌اش از اول داره تا الان میگه دزدی مفسدی باید میگه نداشته باشه. دور از جون، شما شهروندی که دوران مجرمیتش رو اتهامش رو سپری کرده آمده بیرون، برای من رسانه هم هیچ فرقی با بقیه شهروندها نداره. بنابراین همچین جسارت چیز جدیدی شنیدیم از شما. اینو اشاره کنید لطفا. قطعا همینطوره. ایشون وقتی دوران محکومیتشون رو سپری کردن، از نظر من و اصولا از نظر فرهنگ والای یک جامعه اسلامی با بقیه شهروندان تفاوتی ندارن. اینو خیالتون راحت باشه. من نه جسارت ناراحت بود تا الان. ناراحت بود. اصلا شما خودت به عنوان یک رسانه تا الان اینجور رفتار نکردی. چرا؟ اول شما صحبت. یعنی اجازه به من نمیدید اول صحبتات نگذاشتین برداشت ما... دزدی مفسدی چی هستی چی هستی؟ کشور ما همه دنبال آزادی بیانن، نوبت خودشون میرسه میگن نه 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 نه. من که تحمل کردم میکنم. خب بازم بگید دزدی صد اصلا نه بحثم این نیست. من الان میخوام یه چیز دیگه دزدی هستم که یه نفر نمیاد بگه دوزار از این دوزار طلب کنه. اگه الان عصبانی نمیشین من یه سوال دیگه بپرسم. اگر شما کارتون درست بود، بانک‌ها کارشون درست بود، همه چی درست بود، شما انقدر به برخی ها پول دادین که صداش توی مناظره های ریاست جمهوری در اومد، گفتن آقای 300 میلیون هم اینجا بوده، نمیدونم 50 میلیون هم اونجا بوده. حالا من تعجب میکنم، باز هم من واقعا نمیدونم چی بگم. همه این موارد از سوی دستگاه محترم قضایی در اون پرونده حساس مورد به مورد، موضوع به موضوع رسیدگی کامل شد. اون فرد عزیز و محترمی که من اتفاقا براشون نوشتم اگر یه وقتی رأی نیاوردید به عنوان یک عزیزی برای وصول مطالبات ازتون استفاده خواهم کرد، باز هم ایشون برخلاف قانون و هدفشون وسیله رو توجیه کرد. قانون در کشور حکم فرماست، نیم قرن از خدمت نظام میگذره، تمام مطالبی که شما تهمت میزنید رسیدگی های کامل شده، قوه قضاییه تک تک اینها رو رسیدگی که آیا کمکی که من به در واقع یک جریانی کردم این برای خواسته ای بوده، برای عدم خواسته ای بوده، نه رسیدگی شد، حکمش هم هست. هیچ کدوم از این موارد اصلا فلان کس نمیدونه شغل من چیه. اگر ما ببریم مورد در واقع موضوع شما در اون صرف است، اولا که من به فرموده و دیوان کشور هیچ کس از مال دولتی به غیر تزیین نکردم، مال خودم بود، دلم خواست ببخشم. به کی ببخشم؟ خواست ببخشید به کی ببخشم؟ به عامه مردم. فلان کس به فلان شخص نامه نوشته بود من 500 هزار تومان وام قرض رسانه میخوام و شما هم اتفاقاً شما رفتید 500 هزار تومان. ساختارهای من چک کشیدن به آدرس فلانی فرستادن تو سرتیتش نوشته به نام فلانی. حالا و اتفاقاً مردم قبول کنن که هنوزم هست، مسجد ساخته شده، مدرسه ساخته شده. من به مسجد و مدرسه چیکار دارم برادر من؟ من میگم شما به بخشی از آدمهایی که من توضیح کافی دادم تو رسانه آدم. الان نمیخوای توضیح بدی؟ نه نمیخوام. اوکی. من میخواستم صد بار توضیح نمیدن. شما اگه زحمت بکشین تو میگید من توی سایت ها خوندم، به اندازه کافی توضیح شما دارم. در مورد سوالی که من میخوام بپرسم جوابی ندادید در رسانه ها. بپرسم یا نپرسم؟ من احساس میکنم که شما حتی اون موقع هم که داشتید این پول ها رو میدادید یک هوشی به خرج دادید، گفتید الان من در مقابل این پول یه چیزی بخوام میشه رشوه. بذار یه وجهه خیرخواهانه خیر معابانه به خودم بگیرم، بعدم میگم آقا پوله رو دادم چیزی نخواستم. ملاک نیست. رسیدگی های قضایی مقام قضایی
قاضی محترم همین اینا رسیدگی کرده، احساس شما ملاک حساب نشید، شما جوگیر نشید، احساسات شما مثلا باید ملاک عمل باشه، مقام محترم قضایی اینا هم رسیدگی کرده، تحقیقات کافی رو از طرف اینه به بنبست که میرسیم میگی تحقیقات قضایی. بالاخره قاضی من سوالم چه ربطی به تحقیقات قضایی داره آقای جزایری؟ آخه شما دارید احساستون میگید، مگه احساس در مورد مردم قضاوت میشه کرد؟ سوال کلمه احساسش با احساس با ابهام با شک با تشکیک در این موضوعات مهمه پرونده های مهم نمیشه رسیدگی کرد. مقام محترم قضایی قضا بیش از 54 قاضی پرونده رسیدگی کردن در مواردی که عناوین قضایی عناوین جزایی پیدا شد به لحاظ همین حساسیت هایی که شما کردن شدیدترین رفتار رو با من کردن. محروم 6 بیش از 8 سال من محروم از اعطای مرخصی کردن و قصه لحاظ و ترتیباتی که من اصلا دلم نمیخواد برگردم بهشون. الان what's your matter موضوع چیه الان؟ what's your matter انگلیسیتون خوبه نه؟ خوب نیست خدا رو شکر. چند تا کشور گفتین رفتین؟ بیش از 80 کشور. بیش از 80 تا. بیشترش اروپایی بودن؟ بیشترش آفریقایی بودن. من تو آفریقا نمایشگاه برگزار میکردم، کالا میفروختم. بذارید که یه فاصله بگیریم. آقای جزایری به نظرم آب پرتقال لازم، من یه دو قلوب آب پرتقال بخورم. من آب جوش باید بخورم. بفرمایید. وقت بخیر خانم ها آقایون. آقای جزایری گمان میکنه که من همش پر از سوالهای تند و تیز و پر از سوء تفاهمم، ولی میخوام اینجا بگم که آمار دارم ازشون که خیلی از کارهای خیر خیلی خوب رو داخل زندان انجام دادن. مثلا یه زورخونه ساختین شنیدم داخل زندان، یا یه ساختمون ملاقات ساختن داخل زندان، یا برای یه مجموعه از دوستان نیازمند واحد مسکونی بود رسول جان درسته؟ میگفتی یه مجموعه مسکونی ساختن. اینها باقیات و صالحاته، میگه که الحسنات یذهبن السیئات و برعکسش. قبل از که من مزاحم شما بشم تحقیق کردم، شنیده بودم که شما خیلی تو صحبتاتون گرد و خاک میکنید و جسارتاً بچه پررویید. خب این چند لحظه چند بار بلند شدی رفتی دومدی در حالی که من اینجا محکم نشستم. بله من یک اتاق فکر دارم. برای عقب نشینی شما من در واقع مدیریت میکنم. حالا شما فکر من تحت تاثیر شما گفتن که شما لطف کنید این موارد رو حالا اونا که فرمودین من رو مردم برن تحقیق کنن. اعتراف میکنم و اصلا اعلام میکنم، نه اعتراف، من یک تیم فکری قوی دارم، یک اتاق فکر. من تنها نشستم دارم پاسخ شما رو میدم. شما گفتین نابغه ایم، من که ادعای نابغه بودن. شما لطف کنین این موارد رو مردم عزیز لطف کنن یا خبرنگارا رسانه از خود زندانه بین برن سوال کنن. من همیشه گفتم هیچ علاقی در مورد حمایت هایی که وظیفه هایی که داشتیم در واقع وظیفه انسانی که بوده ندارم اعلام کنم، اما شما به همون موضوعات بپرداز بهتره. نه اون موضوعات اون موضوعاتی که دوست دارید دیگه. آخه هیچ کدوم وقتی جواب نمیدی به چی بپردازم؟ من با حوصله جواب دادم، مستند جواب دادم. شما هر چی میگید از گاز و حالا هوای رسانه‌ای الان تازه فهمیدم قاضیه توی چند تا چند جلسه داد گفت 54 قاضی در بیش از 1200 جلسه بنده رو محاکمه کردن. بیش از 1200 جلسه، بیش از 180 هزار برگه بازجویی، 180 هزار برگه بازجویی در بیش از 1200 جلسه محاکمه، بیش از 54 قاضی پرونده منو رسیدگی کردن. و شما به این احکام خب پس حق بده بره یه رضا رشید پور که وسط مصاحبه بره یه لیوان آب بخوره چهار تا کلمه بپرسه. نه به من گفتن آقای رشید پور همچین شاختو میشکونه و ما هم با یعنی الان فکر کنی نشکسته حالا مردم قضاوت کنن، ولی همچین با ترس و واهمه اومدیم همچین جام جام نشستیم. از خوشحالم که با ترس اومدین الان، ولی خیلی راحتین. لباس ورزشی هم پوشیدین، فلسفه داره این پیراهن. من سوال میکنم، من خیلی در واقع لباس راحت میپوشم به خاطر اینکه در واقع از صبح زود میرم بیرون و بیشتر به گشت و گذار و چون من فکر میکردم مثلا برای یه مصاحبه تلویزیونی با کت شلوار و خیلی با استایل رسمی شما خیلی چیزا فکر میکنید، من خیلی واقعی به فکر کردم. اگه همه فکرای من به واقعیت میپیوست که همه چیز درست بود دیگه، ولی خب متاسفانه نپیوست. ورزشکاری واقعا آقای جزایری؟ خب بودم. چه ورزشی؟ والیبال و تنیس روی میز. تنیس، تنیس روی میز یا تنیس؟ پینگ پونگ. پینگ پونگ و والیبال. میخوام یه ذره وارد همین زندگی اخلاق شخصی بشیم. اهل هنر هم هستین؟ نه اصلا؟ خیلی نه. خیلی نه.
چی خیلی آرومتون میکنه وقتی اینجوری عصبانی میشین؟ چی خیلی آرومتون میکنه؟ خاروندن موها؟ شاید بیش از 100 بار تکرار شد تو برنامه. حالا که من اتفاقا خوشبختانه عصبی نمیشم، من خود عمیق هستم، اما برای شما خود نگرانم که خیلی بلند شد رفتید و اومدید به بهانه اتاق فکر، رفتید عصبانیت خودتون رو خالی کردید. اما تفریحات در واقع الان من رسیدگی به خانوادمه، مخصوصا فرزندان که ایلیا، آره ایلیا ماشاءالله کاراتکار است. و من به بیننده هم بگم که شهرام خان جزائری با گلپسر 11 سالشون به استودیو آمدن. من میخوام یه کار بکنم ولی قبلش اجازه بگیرم. اجازه بدید ایلیا رو من یه لحظه بگم بیا جلو. گفتم شاید دوست نداشته باشه رسانه بشه. ایلیا جان بیا ببینم پسر گل. بودو بودو ببینم. عزیزم سلام علیکم. به به به. برو بشین پیش بابا پسر گلم. حالت چطوره؟ آقای جزائری میکروفونتون رو بتونه استفاده بکنید. نه درش نریم، فقط یه جوری که بتونه استفاده کنه. ایلیا حالت خوبه؟ بله مرسی. چند ساله تموم؟ من 11 سالم. 11 سال. کاراتکاری؟ بله. ایلیا قهرمانه؟ خودش میگه بله، چون آره مدال طلای قهرمانی کاراته کشور رو دوبار گرفته. مدال طلای قهرمانی کاراته کشور رو گرفته. خب خیلی پول خرجش میکنه دیگه. آدم پولداری هستین هنوز یا نه همین پولا رو دادین رفت؟ به اندازه کافی خدا رو شکر، وضعیت مالیم به اندازه کافیه. خدا رو هزار مرتبه. نه اون رقمی که شما تو ذهن مبارکتونه. گفتم الان بعضی از بیننده ها میگن که نکنه مقام قهرمانی ایلیا رو باباش خریده براش. خیلی خودش جواب میده. آره البته که نه، و اولا من پدرم به من یاد داده که در مقابل حرفای ناخوشایند دیگران صبر کنم و تحمل کنم. آفرین. و ثانیاً که من بعد از مدرسه که ساعت 4 تعطیل میشم مسافت خیلی زیادی رو طی میکنم و میرم به باشگاه و 4 ساعت تحت نظر مربی تیم ملی کاراته ایران تمرین میکنم و خیلی پشتکار دارم و در هفته 16 ساعت تمرین میکنم و مربی تیم ملیه و خیلی مربی خوبی هست. من ازشون ممنونم و فکر کنم با این همه وضعیت و پشتکار من میتونم قهرمان جهان بشم. اگه من نشه کی بشه؟ همه میتونم با این پشتکار بشن. باریکلا پسر گلم. و همیشه پدرم کنار تاتمی کنارم برام تشویقم میکنه و برام مهمه تشویق بابا اونجا. خیلی تشویق قوت قلب میده عزیزم و بهم کمک میکنه. ایلیا میدونی بابا خیلی آدم معروفیه؟ بله واقعا. و دوستات میدونن بابای تو کیه؟ بله. و چی میگن؟ چی بگن؟ گفتی آخه در برابر حرفا بلش کن با بچه از این حرفا نزن. یه دست خوشگل برای ایلیا بزنیم زحمت. ایلیا امیدوارم قهرمان جهان بشی. حتما میشه. ایشالله. حتی جا داره که از زحمات مادرش تشکر بشه. خب مامانم تشکر کن با دوبی. همه اینا رو. مامانم هم خیلی تشکر میکنم چون مادرم هم خیلی برای من زحمت کشیده و هم در کل طول زندگیم هم مادرم هم پدرم برام زحمت کشیدن و پشت در کلاسام نشستن و همه زبان کلاس زبان کاراته فرانسه اینا فرانسه و انگلیسی کامل صحبت می‌کنم نشستم و کومو تلوو مرسی و برای فرانسهش خوبه. آفرین. و به خاطر همه اینا من به اینجا رسیدم. از هم پدرم و هم مادرم تشکر می‌کنم. مرسی ایلیا جون، قربونت برم. یه دست دیگه براش بزنین. ایلیا بره پشت صحنه مجددا. ممنونم ایلیا جان، ممنون آقای جزائری اجازه دادیم بیاد جلوی دوربین. ببین ایلیا چقدر راحت ثابت که فرانسه بلده، قشنگ جواب داد. ما فهمیدیم فرانسه بلده. ماشاءالله گل پسر خیلی دوست داشتنی هم هست. خدمت شما آقای رشتی. زنده باشید. لطف کردی. فرمودی 3 تا بچه. بله، ارشیا 7 سال، آرنیکا 5 سال و ایلیا 11 سال. ایلیا 11 سال. ایشالله که خدا براتون نگرشون داره. بیاید اصلا فضا رو یه ذره عوض کنیم آخر برنامه. برنامه تون برای آینده چیه؟ میخواییم چیکار کنیم؟ بالاخره من 13 سال در گرفتاری و دوری از جامعه بودم. به نظر میرسه که یه آسیب های جدی متوجه خانواده های
زندانی ها هست در طول دوری از سرپرست خانواده. مشغول خانواده من هم بوده، به رغم که از نظر مالی تمکن کافی بوده، اما آسیب های معنوی آسیب های جدی است. واقعا الان خانواده زندانیان اسارت ها رو اونها می کشن. دوست ندارم وارد شم، چون یاد خاطرات بد می افتم که توی اون خاطرات شهرام و بهرام نداره. همه زندانی خانواده هاشون اسارت بیشتری از خودشون کشیدن و می کشن. مشکلاتشون هم بیشتره. دستشون پیش کدوم مرد یا نامردی درازه. به نظر می رسه که الان فصلش این هست، حداقل یکی دو سال من به خانوادم رسیدگی کنم. الحمدلله تو این 7-8 ماه اخیر که بیشتر به فرصت شده به ایلیا رسیدگی کنیم، مقام خیلی خوبی آورد. قهرمان ایران شد دو نوبت، نایب قهرمانی داشت، نایب قهرمان بازی بین المللیه و به زودی هم بازی بین الملل دیگری در پیش داره. از سوی دیگه به لحاظ اینکه دور بودم از فضای حتی، ما بازنشستگی زودتر از مدام خرمون اعلام کردیم. اما چرا میگیم بازنشسته؟ یعنی نمیخوایم کار تجارت شدیم دیگه بالاخره. این ماشاءالله انقدر تمکن دارین که بازنشسته باشین. خدا رو شکر بالاخره به اندازه کافی زحمت کشیدیم و الان هم در واقع من مشاوره های جزئی میدم به بانک ها، به بانک های اقتصادی لطف میکنن و گاهی بهشون کمک میکنن. بسیار. اما اینکه از کی در واقع بتونم فعالیت جدیدی رو شروع کنم، عرض کردم که از سال 96 احتمال. چرا 96؟ چه اتفاق خاصی؟ بالاخره تو گفتم 3 سال تقریبا ریکاوری فرصت کافی است، حداقل فرصت. فکر کردم ربط به مثلا اتمام دوره دولت داره. باز شما میخواین سیاسی بکنید؟ نه آقا من چیکار دارم؟ اصلا اعلام کردم. یادم رفت اون بحث چالشی میخواستم بگم که شما زمانی این اتفاقات براتون افتاد که اتفاقا اصلاح طلبان در رأس دولت بودن، بی تناسب و بی تشابه با موقعیت. یعنی الان دوباره میخواین من نه بلش کن، بس سیاست بلش کن، میایم سراغ آلبوم عکسمون. یه سری عکس هست، اینا رو با هم دیگه نگاه. من دور بودم از جامعه های رشید، من شون عکس میشناسید حتما همه عکس ها رو، مطمئنا خواهید شد. کمک بکنید شما. حتما کمکم میکنم. لطفا در مورد هر عکسی خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. بریم سراغ عکس اول. هذا قبور الاحیا بیت الاحزان شماتت الاصدقا. شماتت؟ شماتت الاصدقا. شماتت الاصدقا. الهی که جامعه انقدر عاری از جرم و خشونت باشد که گذر هیچ شهروندی به هیچ بازداشتگاهی نرسه. عکس بعدی لطفا. من عرض کردم حاضرم با آقای بیل گیتس مناظره کنم. با بیل گیتس مناظره کنم و به این استاد بزرگ درس هامو پس بدم. کلن زدین تو کار مناظره ها وزرا بیل گیتس. چاره نیست دیگه، وقتی شما رسانه ها جفت‌سازی میکنید مجبوریم که دفاع کنیم. براتون الگو بوده؟ الگو که الگوی همه بزرگان صنعت مدیریت دنیا هستن ایشون، اما من ادعا دارم که اگر در محدودیت هایی که داشتم در واقع تعریف بشه، دست کمی از کارهایی که ایشون کرده نداشتم. بسیار عالی. عکس بعدی. واقعا براش متاسفم. ببیننده هم بگم ایشون آقای الیاس محمودی هستند، قاضی که به در واقع مدتی تصدی داشتن و استعفاشون رو گرفتن از دستگاه قضایی، فاصله گرفتن، همشون وکیلن، الان وکیل هستن. عکس بعدی. عکس بعدی. متهم. متهم یک پرونده ساده کیفری، البته با اتهامات کلان اقتصادی. متهم با اتهامات کلان اقتصادی. عکس بعدی. وزیر محترم اقتصاد. وزیر محترم اقتصاد. خب اینو که خودمون میدونیم، نظرتون رو خواستیم. من جای ایشون نیستم ببینم که
چه سختی هایی رو در واقع برای کارشون دارن. اما تا الان که اون 100 روز هم گذشت چیز خاصی ملاحظه نشده. من فکر میکنم مهمترین توجیه منطقیشون توافق هسته‌ای بوده. امیدواریم که پسا تحریم ایشون در سمت سکاندار اقتصادی کشور موفق باشند. پسا تحریم از نظر شما که خودتون رو با بیل گیتس مقایسه میکنین، پسا تحریم اتفاق خاصی در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟ بله. خواهد افتاد. باید بیفته. نمیفته. باید بیفته. نمیفته ولی باید بیفته. باید این عزیزان با تدبیری که دارند کشور رو به سمتی که باید بره و شایسته و بایسته ملت عزیز هدایت کنن و میکنن انشاءالله. انشاءالله. عکس بعدی. کلیدساز با تدبیر. کلیدساز با تدبیر. عکس پایانیمون بود. بسیار خوب. آقای جزائری، عکسی بود که دوست داشتین راجع بهش حرف بزنیم ولی ندیدین؟ خیلی از عکس‌ها هست. مثلا عکس‌های زیادی هست. دوست داشتم که عکس قهرمان بزرگ ملی کشورمون سردار معظم حاج حسین همدانی رو شما نشون میدادید. حاج حسین همدانی، شهید مدافع حرم. بله. ایشون ما الان جان و مال و ناموسمون، امنه و آراممون مدیون این عزیزان هستیم و متاسفانه خیلی کم افرادی مثل بنده شناخت دارن از ایشون و امثال ایشون. دوست داشتم از اون بزرگوار هم عکسی می‌دیدم. خب شما به کلام یاد فرمودید از شهید حسین همدانی عزیز، به روح تمام شهدای دفاع از ناموس میهن درود میفرستیم، یاد همه شهدای دفاع مقدس رو گرامی میداریم و ممنونم از آقای جزائری. میدونم شهدایی که رفتن دوست داشتن جامعه باشه که با اخلاقیات اسلامی مردم نسبت به همدیگه رأفت اسلامی داشته باشن. من نمیدونم چرا آقای جزائری راجع به ما رسانه ها اینطوری قضاوت کرد، ولی حداقل از طرف دوستان خودم عرض میکنم که اگر کسی دوران محکومیتش رو سپری کرده، در آغوش جامعه است، با بقیه شهروندان در حقوق، در احترامات هیچ تفاوتی نداره، ولی خب به ما هم حق بدید که راجع پیشینه شما کنجکاو باشیم و برامون سوژه جذابی باشید. نمیخوام آخر برنامه با اخم شما تشریف ببرید از برنامه ما. خواهش میکنم، لطف دارید شما. زنده باشین. براتون آرزو موفقیت میکنم و سپاسگزارم که در برنامه من شرکت کردید. حرف پایانی هست بفرمایید. نه عرضی نیست، جز اینکه تشکر میکنم از شما و از همکارای عزیزتون. امیدواریم که روزی فرا برسد آنچنان که شایسته و بایسته ملت شریف ما و حقه این جوانهای عزیز ماست. انشالله انشالله آینده خوبی در انتظار همه باشه. در مورد این برنامه خاص شما با سامانه 0912-94-94-500 لطف میکنید. اگر آقای جزائری رو صادق یافتید عدد 1 رو ارسال میفرمید، نظر دیگری داشتید عدد 2 رو. 0912-94-94-500 عدد 1 برای صداقت، عدد 2 برای غیر از آن. خیلی متشکرم، با برنامه دید در شب همراه بودید. هر چقدر که حرف بزنیم، هر چقدر که بشنویم، هممون خیلی خوب میدونیم که مردم خیلی خیلی خوب.